همراه هستیم با مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو. خانم گلرو خوش آمدید. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه تحلیلی اعلام کرده که تشدید مجازات علیه زنان و مخالفت با زنانی که مخالف با حجاب اجباری هستند با هدف تسلط بر جامعه است. چه نکات برجسته دیگه شما دیدید در این گزارش؟ این گزارش من فکر میکنم که جزو معدود گزارش هایی هستش که هم به طور کامل توضیح داده شرایط رو، هم پیشنهاداتی رو مطرح کرده. به عنوان مثال ما پیش از این هرگز ندیدیم که در گزارشی از نهادهای بین المللی خواسته بشه که از جمهوری اسلامی بخوان یا در واقع بهش این فرمان رو بدن که حجاب اجباری رو باید لغو بکنه. این برای اولین بار هست و این نشون میده که این جنبش زن زندگی آزادی و تلاش زنان تا حدود زیادی جواب گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه در طی این سالها ما همیشه با این قوانین در مورد زنان مواجه بودیم، اما الان در حالتی صدای این ظلم شنیده میشه توسط نهادهای بین المللی که این زنان دارن نافرمانی مدنی میکنن. تا پیش از این حجاب به عنوان بخشی از فرهنگ یا سنت ایرانی در بسیاری از مجامع بین المللی در موردش صحبت میشده، چون اعتراضی هم اگر میشده به این شکل دیده نمیشده که مسئله حجابه. اما مشخصا هم به محرومیت ها و ممنوعیت ها اشاره شده که یک مجازات هست به خاطر اعتقاد و پوشش، و هم خواسته شده که حتما در مقابل جمهوری اسلامی واکنشی نشون داده بشه به خاطر اینکه حتما این حجاب اجباری رو لغو بکنن و آزادی اعتقاد و حجاب رو بپذیرن. توی این گزارش نکته دیگه که وجود داره اینه که بارها تاکید میشه که بر اساس اطلاعاتی هستش که توسط نهادهای جمهوری اسلامی گرفته شده، مثل وزارت کشور، مثل وزارت اطلاعات یا نهاد ریاست جمهوری. این یعنی از نهادهای مستقل و نهادهای دیگه که ممکنه اتکا به اطلاعاتش باعث بشه که بگن که خب اینها سیاه نمایی هستش، این بهانه ها توسط جمهوری اسلامی گرفته بشه. و مشخصا بخش هایی از خبرهایی که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده، تعداد پیامک ها که شما اشاره کردید، تعداد بازداشت ها و قوانین جدیدی که در نظر گرفته شده بهش اشاره شد. خانم گلرو، در گزارش اومده که جمهوری اسلامی برای تسلط بر جامعه زنان رو سرکوب میکنه. چرا به نظر شما، چرا جمهوری اسلامی زنان رو هدف قرار داده؟ واقعیت اینه که پیش از این هم وقتی که گشت ارشاد توی خیابون بود، من بارها به این در واقع اعتقاد داشتم و بارها بیان می‌کردم که شبیه کاری هست مثل حکومت نظامی. یک حکومت نمیتونه حکومت نظامی اعلام بکنه جمهوری اسلامی و تانک‌هاشو بیاره در خیابون قرار بده، اما گشت ارشاد و نیروهای گشت ارشاد به بهانه حجاب اجباری تو تمام میادین قرار می‌گیرن و فضای شهر رو مطلقاً امنیتی می‌کنن. یعنی با این قدرت نمایی که ما حتی روی پوشش شما تسلط داریم و اجازه نمیدیم اونطوری که دوست دارید لباس بپوشید، هم در مورد رنگش هم در مورد شکلش، بلکه در خیابان ها همین فضای امنیتی رو ایجاد میکنیم که نه فقط زنان بلکه دیگرانی هم که توی این فضا قرار دارن، توی این فضای امنیتی که پر از ماشین پلیس هست، پر از مامورین نظامی هستش، همون فضا و اتمسفر حکومت نظامی رو بخواد ایجاد بکنه. به خاطر اینه که مسئله بازگشت گشت های ارشاد به خیابان و مسئله گشت ارشاد فقط مسئله زنان نیست، بلکه به طور کامل مسئله محدود کردن آزادی ها در شهرها هست.